یک طلوع تازه در افق شروع کرده است تا به این شبی که دیر مانده بر وطن نقطه نهد به نام صبح و آفتاب. ما به این طلوع پرشرر سلام میکنیم. بله سلام میکنیم به همه اونها که به سوی این طلوع و به شوق اون برخواستن. در برنامه زمان برخواستن با ما همراه باشید. ابتدا با نگاهی به پاراگراف چند روز است که بازارها ملتهبند. بیداد گرانی مواد اولیه، رکود و تورم افسار گسیخته و نداشتن مشتری از یک طرف و زورگویی‌های دولتی برای اخاذی‌های مالیاتی از طرف دیگر فریادها را بلند کرده است. در تبریز بازاریان از روز 27 اردیبهشت دست به اعتصاب زدند و دو روز بعد در تهران بازاریان صنف پارچه فروش، نخ فروش و سراجی‌ها در برابر اداره مالیات تجمع اعتراضی برپا کردند. یک بازاری گفت مشکلات ما مالیاتی داریم، از ما مالیات بسیار زیاد میگیرن، نمیتونیم قادر نیستیم، کارمون ضعیفه، اصلاً هیچ گونه ما جوابگو نیستیم، به زور از ما میگیرن. این یکی از مشکلات. از ما 2.5 میلیون پول میگیرن، صاحب یه دونه زندگی زن بچه‌مون میبریم، گوشنه نگه میداریم، میبریم میریم بود. ۵۰۰ هزارتون میذارن روش، میگن که قانون یه طرفه، قانون یه طرفه، توافقیه، 20%، 30% هر سال هم میذاره روش، بدون که ملاحظه کنن مردم دارن، ندارن، درآمدی هست، نیست، و قانون میگه قانونه، قانون، یه کلمه میگه قانونه، این قانون چی درست شده، طرف ما نمیدونه. حساب کتاب نمی کنن، کم تا زوری میگیرن از اما حالا دیگر بازاریان در برابر زورگویی رژیم با سلاح اعتصاب به میدان آمدند. طی روزهای اخیر طلافروشان بازارهای تهران، اصفهان، ارومیه، مراغه و خیابان لاله‌زار تهران به اعتصاب پیوستند و هر روز هم شمار بیشتری از بازاریان به صفوف بازاریان اعتصابی می‌پیوندند. بارز شدن ناتوانی آخوند روحانی در انجام دعاوی خود که در ابتدای انتخابات رژیم مطرح می‌کرد باعث خشم و اعتراض بیش از پیش بازاریان شده است. یک تولید کننده از بازار تهران وضعیت بازاریان را اینطور توصیف کرد. این مشکلات ما تولید کننده اول خود دولت. خود دولت البته مشکلات ما ضعیف ها. این تولید کننده ها چند بوده هم. یه سری هستم تولید کننده های گردن کلوفتن و خیلی برشون خوبه. اونا براشون این کاره که دولت ما رفت کنه برای اونا بهتر میشه. اما این کاری که نگاه برای طول کننده های ضعیف بدتر میشه. اما تو خواهد بازی در میره. الان تو بازاره فروشندگی یا شما ببین اکثر فروشنده یا نیستن یا فروش نمی کنن. الان چند روز تو فروش بستن تحصیل هشمار فروشنده های شلون بار نمیدون. الان از اطلاع یک سره نمیدونه. ما یک سره داریم کار نمی کنیم. هزینه همون ثابت سر جاشه، حقوق کارگر پرداختی همون همه سر جاشه، اما از این طرف درآمد و تولیدی چی نداریم، چون مواد اولیه نمیدن. رژیم آخوندی از جیب مردم ایران میلیاردها دلار خرج صدور بنیادگرایی و تروریسم خودش می‌کند. از جمله در کشورهای منطقه آفریقا، آسیای دور و آمریکای لاتین برای خودش جاهای تروریسم با پوش مدارس مجانی درست می‌کند. اما همین رژیم وقتی به مدارس ایران میرسه دائم روزه کسری بودجه می‌خونه و
و برای اخاذی کردن از مردم از هیچ دناعتی فروگذار نمی کنه. معلوم نیست چطوریه که بودجه وقتی به صدور تروریسم و ساختن بمب اتمی و دست درازی به عراق و سوریه و لبنان میرسه کمبود نمیاره، ولی وقتی به آموزش آینده سازان ایران میرسه 50% آب میره. این گزارش رو با هم ببینیم. زیر 32 نفر اجازه نمیدن ما کلاس ببندیم. یعنی اصلا معلم نمیدن. اصلا دبیر تعلق نمیگیره به ما. حالا کلاس ها باید در هم ادغام بشن. سه کلاس رو تبدیل به دو کلاس کردیم. چند نفر شدن اون دو تا؟ تقریبا 40 نفر. کلاس 7-2. 38 نفر میمونه. هر بچه‌ای بخواد یه سوال هم داشته باشه، آدم بخواد به سوالش جواب بده، با توجه به اون حجمی که توی کلاس هست، مسلماً یه مقدار مشکلاتی رو ممکنه ایجاد بکنه. فرصتی که باعث از بچه‌ها بپرسیم کمتره. الان این کلاس چند نفرن؟ 37 نفر. بچه‌ها اصلا درس رو متوجه نمیشن، خیلی شلوغه. بچه من کلاسش مثلا حدود 41 نفر، 42 نفره. کتابخونه شده کلاس درس. چاره‌ای نداری وقتی که نبوده، جای فضای فیزیکی نبوده. سال به سال اماکن آموزشی و مدارس دولتی بیشتری چپاول می شود. تغییر کاربری مدارس به واحدهای تجاری یا تبدیل به مدارس خصوصی از اقداماتی است که رژیم آخوندی برای اخاذی از مردم و به بهانه کسری بودجه آن را تشدید کرده است. روز 27 اردیبهشت روزنامه حکومتی اعتماد به این موضوع اعتراف کرد و از واگذاری مدارس دولتی برای جبران کسری بودجه خبر داد. این رسانه حکومتی نوشت آمارها نشان می‌دهد بودجه عمرانی آموزش و پرورش در سال 93 حدود 49% کاهش داشته است. در همین حال مجلس ارتجاع نیز در نابودسازی مدارس دولتی با دولت آخوند روحانی همدست شده و به نوشته این روزنامه حکومتی کمیسیون تلفیق مجلس با واگذاری حداقل 20% از مدارس دولتی موافقت کرده است. از طرفی این اجازه به دولت داده شده تا تمامی مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. تیغ شقاوت آخوندها بر مدارس دولتی به خصوص در مناطق محروم با شقاوت بیشتری در حال فرود آمدن است. از جمله رسانه‌های حکومتی فاش کردند که کلاس درس یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان بدون کوچکترین امکاناتی برگزار می شود. ماجرا از این قرار بود که مدرسه این ساختمان با امکانات ناچیز برای درآمدزایی از اردیبهشت 91 به یک شرکت ساختمانی و تأسیساتی اجاره داده شده و به ناچار کلاس های درس این مدرسه در خرابه ها تشکیل می شود. چندین سال که این مدرسه تأسیس شده می دونیم که چیزی نداشتن. امسال ما تونستیم در 12 تا میز و نیمکت بگیریم، اونم با کرایه 70,000 تومان. فقط ما پول کرایه داریم تا این میزان رو بریم برای اولین بار داخل این روستا، که حتی ما از دانش آموزان سوال میکردیم که میز و نیمکت مثلا تا حال دیدین؟ به جز یکیش گفت که ما میدونیم میز و نیمکت یعنی چه. اصلا میز و نیمکت هم تا حال نمیدونستن چی. با کاهش 50% بودجه عمرانی آموزش و پرورش در سال 93، باز هم باید شاهد شماره بیشتری از دانش آموزانی باشیم که مدرسه را ترک می کنند، زیرا مردم به دلیل کاهش شدید قدرت مالی امکان فرستادن فرزندانشان به مدارس خصوصی را ندارند. آنچه که رژیم آخوندی را در برابر این سیاست ضد مردمی و چپاولگرانه به چالش کشیده اعتراضات خانواده ها و والدین دانش آموزان است که بارها توانستند جلوی فروش مدارس دولتی را بگیرند. زمستون که میشه نمیتونیم دستامون یخ میزنیم، تا وقتی که معلمون میگه بنویسیم نمیتونیم بنویسیم. صندلیمون شکسته، صندلی نداریم. هوا خیلی گرمه، تو این کفرا نمیشه درس بدیم. هیچ وسیله آموزشی هم نداریم که ما اینجا تدریس کنیم. ما اینجا فقط یه صندلی دانش آموزی، یه تخت سیاه، دیگه هیچیجه به گچ، دیگه هیچ امکانات آموزشی ما نداریم. توی اخبار داغ روز شنیدم آینه صادق نیست،
شنیدم همدم مردم به جز آبای حق حق نیست. توی اخبار داغ روز شنیدم باقچه دل خونه، تو فصل اعتصاب گل دیگه بلبل نمیخونه. چراغ رابطه تاریک، غم دنیا تو چشماته. نگو با من نگو انسان تو عصر ارتباطاته. میگن خونه پر از امنیت و عشق باید پرشور و پرفریاد باشه. چه سخت بشنوی هر گوشه شهر جای خونه حلب آباد باشه. میخونه با خودش شاعر خسته، باید نظم کهن رو زیر و رو کرد. باید شعر گل و بلبل رو برداشت، با درد تازیونه رو به رو کرد. توی اخبار داغ روز شنیدم آرزو مرده، بگو تو از کدوم منبع کین دشنامو آورده. شنیدم از لب کودک گل لبخند و دزدیدن، چه سخت حال بابا رو توی زندونا پرسیدن. میگن دست غزل پرداز رو بهت ساز حیرونه، تو گوش آدما تنها تنین تیر بارونه. میدونم خیلی سخته اما عشقو نمیذارم توی قلبم بمیره. آخه ایمان من به صبح فردا همیشه سخت و خدش ناپذیره. میرم پشت بلندترین تریبون، میگم بس دیگه این همه تفسیر. میخونم داغترین اخبار روزو، خبر اینه رسیده وقت تغییر. به پایان برنامه زمان برخواستن رسیدیم. دوستان بیننده، یک تغییر کوچکی در آدرس فیسبوک زمان برخواستن هست که یک ای به آخر کلمه زمان اضافه شده. لطفاً خبرها، تصاویر و گزارش‌های خودتون رو به آدرس facebook.com/زمان برخواستن ارسال کنید. خدا نگهدارشون.